در هنر تجسمی معاصر ایران چه می‌بینیم؟ این هنر برای کیست؟ آیا حراج‌های سال‌های اخیر با مبالغ هنگفت برای آثار ایرانی نشانه جهانی شدن این هنر است؟ سلام، هنر تجسمی معاصر از نقاشی و مجسمه‌سازی فراتر رفته و چنان تنوعی یافته که حتی تعریف هنر را هم با دشواری مواجه کرده. نگاهی به یکی از نشریات اینترنتی که نمایشگاه‌های جاری در لندن را معرفی می‌کند، کافی است تا این تنوع را دریابیم. به جز دو نمایشگاه در این لیست که یکی به نقاشی‌های ویلیام بلیک، هنرمند رمانتیک بریتانیایی، و دیگری به مرور کاباره‌های مورد علاقه هنرمندان قرن 20 اختصاص یافته، بقیه این لیست را می‌توان در ردیف هنر تجسمی معاصر قرار داد. و این ترکیب گویاست، نشانه آنکه گالری‌ها و موزه‌ها به تسخیر هنری درآمده که دریافت مفهومش برای مخاطب معمولی دشوار است. اما در حوزه هنر تجسمی معاصر ایرانی چه خبر است؟ آثاری که در ایران آفریده می شود یا توسط ایرانی ها در خارج آفریده می شود چه مخاطبی دارد؟ یک جستجوی اینترنتی با درج هنر تجسمی معاصر ایران به زبان انگلیسی در گوگل این صفحه و این آثار را در صدر آدرس های دیگر به ما نشان می دهد. آیا می توان با نگاهی به آثار اینچنینی که در نمایشگاه ها و حراج های هنری با استقبال مواجه می شود از جهانی شدن هنر تجسمی حال حاضر ایران صحبت کرد؟ آیا هنر ایرانی به گونه خاص و با اهدافی خاص گزینش می شود و در انظار جهانی قرار می گیرد؟ آیا پذیرش جهانی به شکل مبالغ هنگفت برای آثار ایرانی نشانه ای از پیشرفت در هنر یا ارائه هنر ایرانی در جهان است؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان می‌گذاریم. روز ایسا، عرضه کننده آثار هنر تجسمی معاصر ایرانی در گالری های مختلف دنیا است و کتابی هم با روین پاکباز درباره هنر تجسمی معاصر ایران نوشته. و سلمان متینفر، مدیر گالری آب انبار از گالری‌های مطرح ایرانی در تهران است. خیلی خوش آمدید. خانم ایسا، شما وضعیت حال حاضر هنرهای تجسمی معاصر ایرانی رو چطور می‌بینید؟ چطوری ارزیابیش می‌کنید؟ ببینید، یک فرقی هست بین حال حاضر و معاصر. وقتی میگم هنرهای معاصر میتونه تا 60 سال باشه. در این 60 سال اخیر دوره‌های خیلی تغییر کرد. دوره‌هایی بود مثلا دوره زندرودی خیلی فرق می‌کنه با دوره شادی قدیریان یا فرهاد مشیری یا حالا. هر 10 سال میشه گفت ربطی به اقتصاد داره، ربطی به سفر داره، ربطی به توجه سیاسی و اجتماعی مردم دنیا داره به ایران و خود ایرانی‌ها به خودشون. مثلا 10 سال پیش مطمئنم گالری‌های زیادی تو ایران نبود، در صورتی که حالا تقریبا 300 تا گالری در تهران وجود داره. خیلی سخته من به شما بگم چه آرتیست‌های جدیدی حالا وجود دارن تو ایران، چون که هر بار میرم اونجا اینه بیشتر وقتمون تو راهیم تا برسیم به یه گالری، نمایشگاه تموم شده و کارا رو نمیشه دید. شما اخیراً گفتید هنر تجسمی معاصر ایران پیشرفت کرده. منظورتون هنری هست که در حال حاضر ارائه میشه، تولید میشه. منظورتون از پیشرفت چیه؟ پیشرفت همیشه هنرمندان وجود داشتن. پیشرفت از به معنای معرفی کردن این کارها. چون که از زمان اینترنت که حالا باز شده، شما مثلا راجع به کتاب باربیکان من صحبت کردین، من مسئولیت خودم میگیرم، چون که بیچاره آقای مویر رو این پاکباز بیشترش چند تا بیوگرافی برام درست کرد. بله. ولی هنرمندانی که انتخاب کردم مسئولیت خودم میگیرم. اون موقع اینترنت زیاد نبود، مثلا آرتیست‌ها نمیتونستن برای خودشون وبسایت درست کنن، خودشون معرفی کنن و یه نمایشگاهی دارن مردم بتونن باشون تماس بگیرن اینا. از اون موقع خیلی فرق کرده. کسی که مثلا در اروپا میگه من میخوام با آرتیست‌های ایرانی آشنا بشم،
کارش خیلی آسان‌تره امروز. میتونه آشنا بشه، میتونه گالری‌های زیادی از این دهه ده سال اخیر به خاطر اقتصاد هنر ایران، چون که کریستیز سیل اوکشن، حراجای کریستی در دبی مطرح کرد که هنرهای ایرانی وجود داره، مشتری ها هستن، مردم میخرن و خیلی از این گالری ها خواستن بپرن رو. خب میگن اگه ما میتونیم پول در بیاریم، چرا با این هنرمندان ایرانی کار نکنیم؟ میتونیم پول در بیاریم. پس اینترنت و پول باعث شده هنر همیشه اقتصاد پشت این بود. ببینید اگر بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا، به دلایل اینکه اروپا خیلی واقعا افتاده بود و خراب شده بود و اینا، با پول آمریکا، با قدرت آمریکای اون موقع، اندی وارهول اینا به جلو رفتن و اینا، هیچ کس قبل از اون نمیدونست هنرهای آمریکا چیه. همیشه اقتصاد خیلی مهمه. همونطور هم که در دهه 1960 و 70 دلارهای نفتی خیلی کمک کرد که ایران نه فقط کارهای خارجی رو بخره، ولی تشویق کنه کارهای هنرمندان ایرانی رو بخرن، بذارن تو موزه ها. و حتی گالری های فرانسوی در 1960 و 70 مثل گالری استادلر شروع کردن مثلا کارهای زنده رودی رو نشون بده. بله. اقتصاد خیلی مهمه، ربط داره با بله. با چیز. و وقتی یه گالری میتونه، میدونه که میتونه با فروش یه هنرمند ایرانی یا ژاپنی یا چینی پول در بیاره، اینا رو میگیرن. بله. آقای متین‌فر، مقایسه اون دو تا لیستی که توی مقدمه من نشون دادم، لیست کارهایی که در لندن در نمایشگاه ها داره ارائه میشه و لیستی که از کارهای هنرمندان ایرانی نشون دادیم با یه جستجوی اینترنتی، از این جهت دیگه هم جالبه. توی کارهای ایرانی که تو اون لیست دیدیم تو مقدمه، ما می‌بینیم خیلی کارهاش، خیلی از اونها فهوای کاملا واضح سیاسی دارن. این به ما چی میگه این مقایسه؟ ببینید، مهمترین تفاوت آشکاری که توی این دوتا لیست میشه، آدم اولین چیزی که به چشمش میاد و به ذهنش میاد اینه که شما وقتی یکی از لیستایی که نمایشگاهایی که تو لندن هست یا تو نیویورک هست رو وقتی ورق میزنید، نمیتونید تصور کنید که این هنرمند اهل کجاست. ولی شما وقتی یه سرچ ساده میکنین در مورد هنر معاصر ایران، اون صفحه که باز میشه گویای اینه که اون آیدنتیتی و اون هویت ایرانی و اون نشانه های تجسمی ایرانی رو توش میبینید. و خب این به نظر من خیلی، من خودم خیلی مخالف این نوع نگاه هستم که حتما الزاماً هنر معاصر باید نشانگر ایرانی بودن و یا اهل یه جایی بودن رو باشه. نشون بده. برای اینکه این روزا شما اگر نگاه بکنین، هیچ کس نمیپرسه که پیکاسو اهل کجا بوده یا متولد کجا بوده، یا یعنی مهم اون کوالیتی و اون در واقع کیفیت کار و اون کاریه که هنرمند کرده، نه اهل جایی بودنش. پس چرا سریع مشخص میشه که این هنرمندها اهل ایران هستن؟ یعنی چه مکانیزمی پشتشه؟ ببینید، خب متاسفانه من فکر میکنم به مهمترین و غالبترین چیز، یعنی دلیلی که میتونم برای این ماجرا بیارم اینه که یه مقدار هنر سفارشی بازار بهتری داره. یعنی هنری که از ما خواستن، هنر مطلوب غربی هاست، یعنی اون نگاه در واقع اورینتالیستی و شرق گرایانه ای که حالا در واقع از قرن 18 و 19 یا از بهتر بگم مثلا از دوره صفوی به این ور، مستشرقایی که به ایران سفر میکردن، دقیقا همون نگاه الان تو قرن 21 هم هنوز وجود داره نسبت به هنر ایران. در واقع همه دنبال یک، در خارج از ایران، در حداقل میشه گفت از سالهایی که مثلا 2008 که 2006 که کریستیز مثلا در واقع کار ایرانی ها رو اوورد تو حراج، یه بخش عمده ای که میبینید مورد توجه واقع شد هنری بود که در واقع اون نشانه شناسی ایرانی روش خیلی پررنگه، در واقع تو نقاشی خط یا
مجسمه هایی که خیلی پررنگ در واقع اون بخش ایرانی، خیلی مورد توجه بیشتری واقع. اینهای سنت ایرانی یا سنت های ایرانی، چیزی که تو اون لیست جلب توجه میکنه زن و حجاب زن و پوش زن در کارهایی که در خارج از ایران دیده میشه، این متأثر از همین چیزی است که شما بهش؟ این دقیقاً همون چیزیه که به نظر من غربی‌ها دوست دارن بیشتر از ما ببینن. ببینید متأسفانه اون نگاه توریستی که در هنر، به هنر ایران، نه به هنر خاورمیانه کلا وجود داره، اون نگاهی که به زن وجود داره، اون نگاهی که خب مقاصد سیاسی که دنبال میشه همیشه بوده، ولی واقعیت اینه که متاسفانه اون اتفاقی که الان در آتلیه هنرمند در تهران میفته یا در گالری های تهران میفته یا در جامعه واقعی ایران میفته، الزاماً رفلکشنش در هنر ایران اتفاق نمیفته. خب خیلی از هنرمندا اون در واقع روند مثل اینکه وارد اون بازی شدن که بازار از ما چی میخواد و اون رو شروع کردن تولید کردن، که خب اون خیلی به نظر من چیز ماندگاری نخواهد بود. چنینه خانم عیسی؟ من به کلی موافق نیستم با شما، چون که فکر نکنم یه هنرمند واقعی، نمیگم هنر یک نقاشی که متوسطه یا مجسمه ساز متوسط، یه هنرمند واقعی هیچ وقت برای هیچ بازاری کار درست نمیکنه. این درست نیست. نمیشه کمیشن کرد، سفارش داد که شما چادر بذارین یا نه. هنرمند واقعی اون چیزی که داره میگه. اگر استعداد داره با خوبی میگه. ولی هنرمند واقعی رو کی معلوم میکنه؟ هنرمند واقعی رو متاسفانه تاریخ، الان تاریخ فیلتر میکنه. تاریخ فیلتر میکنه. من با این بخش موافقم. ولی من فکر میکنم که هنرمند واقعی، هنرمندی که ما الان داریم میگیم که خب مثالای خیلی زیادی هم وجود داره در حتی غرب، در غرب که یه ترند ایجاد میشه. ترند همیشه به نظر من، مد همیشه الزاماً چیز عمیقی نیست. میمونه. مد زود عقب میمونه. خیلی دارن هنوز هم که هنوز پیکاسو رو کپی میکنن یا ماتیس رو کپی میکنن یا هزارها نفرهای دیگه. این دلیل نمیشه که این مده. یه نفر که یه کار خوب میکنه، چه از نظر فیلم، چون که من واقعا عاشق سینما ایران هستم و هنر و همه اینا یه دوره‌های خاصی داره، همونطور که یه دوره بود مثلا 1960-70 با سینمای نوین، سهراب شهید سالس یا آقای ابراهیم گلستان با خشت و آینه فیلمای درست کردن که فقط نه فقط از نظر اجتماعی خیلی مهم بود، ولی از نظر شاعرانه خیلی شاعرانه بود و همه مردم می‌فهمیدن و اونا ماندگار شدن. البته ماندگار شدن. یا کیارستمی بعد از اونا، مخمل باف، بهمن قبادی. مثالی که می‌خوام بزنم مثلا در مورد مود یا ترند یا موضوعای سیاسی که خیلی باب روزه و خیلی مورد توجه، همین چند وقت گذشته کار بانکسی در پارلمان انگلیس رو 10 میلیون پوند یه همچین چیزی فروختن، جیب خودش نرسید. آره، خیلی در مورد سیاست کار کردن، خیلی در مورد جنگ کار کردن. جنگ، موضوعاتی که در مورد سیاسته میتونه تبدیل بشه به یک در واقع پروپاگاندا یا یعنی یه هنر شعاری بشه که بعد از یه مدتی فراموش بشه، یا یه هنری بشه مثل نمونه خیلی بارزش گرونیک های پیکاسوه، که درسته که در مورد یک واقعه و یک اتفاق بمباران شهر در دوره اتفاق افتاده، ولی چون مسئله اصلیش مسئله خشونته، مسئله کلن جنگه، چیزی که هیچ وقت از بین نمیره، ماندگار مون. گرنیکای پیکاسو سیاسی هست ولی شعاری نیست. شعاری. ولی بذارید من ببینم جواب شما به اون سوالی که از خانم عیسی پرسیدم چیه. ایشون میگن هنر تجسمی معاصر ایران پیشرفت کرده، بخشی به دلیل اینترنت، تماس ها عادت راحت شده، و بخشیش به دلیل اینکه اقتصاد خوبی الان داره هنر تجسمی ایران، یعنی خوب فروش میره. شما نه فقط و گفتم دلیل اینکه مجبور شدن موزه های خارجی دراشون باز کنن برای گلوبال آرت، یعنی اون دهاتی بازیایی که میکردن که فقط هنرهای اروپایی خوبه، تموم شد.
چون که واقعا دهاتی بازی بود. خب شما آقای متین‌فر اعتقاد داری هنر تجسمی ایران پیشرفت کرده؟ اصلا به پیشرفت هنر اعتقاد داری؟ یعنی لفظ پیشرفت هم خیلی مسئله شده. خیلی اونم خود پیشرفت، ببینید یک هنر به نظر من یکی از در واقع عناصر خیلی زیادیه که فرهنگ رو شکل میده. پیشرفت در واقع یک مسئله نیستش که اگر بگیم بر اساس معیار پول بخوایم بسنجیمش، خب میشه بر اساس عدد و رقم صحبت کرد، فکر کرد که خب این کارها بر این قیمت یا اینقدر ترنوور مالی بوده در بازار هنر ایران الان اینقدر شده، ولی نه این شکلی نیستش که بعد از هر حراجی بیان اعلام کنن که آقا ما حراج قبلی مثلا 20 میلیارد تومان فروختیم، این دفعه 30 میلیارد تومان فروختیم، پس پیشرفت داشتیم. این دلیل اصلا دلیل درست و موجهی نیست. در مورد موزه ها باید بگم که یک بخش خیلی در واقع نقدی که در واقع من به نشون دادن هنر ایران در موزه های خارج از ایران دارم اینه که بازم همون نگاه بیشتر موزه هایی که مثلا نمونهش تو لکما وقتی نمایشگاهی که در مورد بزرگی که در مورد هنر ایران برگزار میشه واقعا نشونگر اتفاقی که در مورد ایران داره میفته، یعنی اتفاقی در ایران داره میفته نیست، یک نگاه کاملا توریستی هست به هنر ایران، یه نگاه کاملا اگزاتیک هست نسبت به هنر ایران. بذارید ببینم خانم عیسا این رو میپذیره که نگاه خارج بله. چه در حراجی ها چه در نمایشگاه آگاهی به هنر تجسمی معاصر ایران یه نگاه توریستیه؟ توریستی البته خیلی چیزا هست که مردم میخوان یه نگاهی داشته باشن، همونطور شما گفتین چادر و روسری و خط و اینا، ولی خط مهمه. من یک کتابی مخصوصا درست کردم راجع به خط که اسمش Signs of Our Time، راجع به سه نسل کسانی که از مورفولوژی یعنی از استفاده از خط کردن بدون اینکه خطاط باشن. بله. مهمش این بودش که دلیلی داشت، چون که چطور ما میخوایم بگیم فرق داریم با دیگران، یعنی چطور یه اوریژینالیتی یک بچه تمایزی با دیگران رو باید در هنرمونشون بدیم. ولی آقای متین‌فر میگه با این چندان موافق نیست، یعنی فکر میکنه ضرورتی نداره که هنرمند ایرانی حتما بگه من ایرانیم. ایشون میگه وقتی به کارهای تجسمی از کشورهای مثلا از چین نگاه میکنیم، مثلا آی وی وی، بله، نیازی نیست طرف بگه من چینی هستم، همه کاراش چینیه، همه کاراش ربط داره به چین، همه کاراش ربط داره به سیاست چین، به اقتصاد چین. زبانیه که با یک زبانی صحبت میکنه که زبانه میتونین همون کار رو توی کانتکست الان آمریکا قرار بدین و برای یه آمریکایی کاملا قابل فهم باشه، میتونیم همون کار رو در کانتکست ایران قرار بدیم و برای مخاطب ایرانی قابل فهم باشه. ولی مشکل هنر معاصر ایران البته میگم اون بخش معاصر بخشی که داره خیلی بیشتر پروموت میشه، به نظر من بیشتر اون بخش داره چیز میشه که ما فقط یه نگاه کاملا از روی سطح داره از رو ما نشون داده میشه. ما الزاماً اگر این هنر رو در شیلی ببریم نشون بدیم اون مخاطب احساس همزادپنداری با این کار ممکنه نکنه، فقط ممکنه بگه ای چقدر بامزه است. میدونیم ماجرای نه ببینیم کارهای سیاه ارمجانی بعضی وقتا ربطی به ایران داره و بیشتر وقتا ربطی با شاعرها داره، همه اون پلایی که درست کرده ربط با شاعرهای هلندی، آمریکایی و غیره و غیره داره. کارهای خانم منیر فرمانی با اینکه از روپایه اساسیش آینه کاریه که یک چیز واقعا ایرانیه از نظر کرافتمنشیپ، ولی مثلا به ربط به جیومتری داره و هر جا بذاری داره. خانم بله. عیسا اون کارهایی که عموما در خارج دیده میشه، نقد میشه، فروخته میشه، اینها فکر میکنید واقعا بیان اون چیزیست که در
متن جامعه ایران داره تولید میشه. البته وقتی میگم جامعه ایران، جامعه ایرانی، هنرمندای ایرانی خارجم مد نظر دارم، ولی آیا واقعا بیانگر اون چیزی است که در متن جامعه ایران، در هنر ایرانی میگذره، یا اینکه نه یه بخش نامکشوفی در هنر تجسمی ایرانی باقی میمونه که در خارج دیده نمیشه؟ ببینین، حالا اون چیزی که در خارج دیده میشه یا در داخل یه ذره ممکنه فرق داشته باشه. مثلا بگیریم مثال آقای فرهاد مشیری. من یادم وقتی با فرهاد مشیری آشنا شدم 20 سال پیش، اون موقع کوزه های بزرگی درست میکرد، ساده بدون هیچ نوشته اینا، و چون با موزه ها کار میکردم گفتم که خب چطور اینا رو بذارم تو موزه، بگم این خیلی فرق داره با کارهای هنری اروپایی یا اینا. بهش گفتم که هیچ، یعنی شما همون ایرادی که گرفتی، من ازش خواهش کردم چطور میتونم بگم این یک ایرانی. هنر موتیف ایرانی بهش اوریجیناله. نه نگفتم ایرانی، اوریجیناله. بعد یه سال بعد از اون اومد گفت میخوام این کارهای جدیدم بهت نشون بدم که رو اون کوزه هاش نوشته بود آبنار تازه یا میوه و تره بار و غیره. خب زود حس کردم که اینو میتونم بذارم توی یک شعرهای حافظ. اون مدت خیلی کوتاه بود در زندگی فرهاد مشیری نوشتنیاش، ولی با این حال تونستم اونو بشناسونم و بذارم تو موزه ها. این روندی که از این طریق نمونه های خیلی زیادی داریم. من میتونم بهتون، من خب ترجیح میدم اسم، خیلی چون اگه بخوایم اسم وارد اسم هنرمندا خب بشیم. بله خب خیلی ها بودن که همین به قول معروف خاص بودن، نو بودن، نگاه خود بودن. خود بودن حالا خیلی مهمه. من روی اون خود بودن شاید خیلی وقتا توی خیلی از موارد، حالا مشیری نه به نظر من این اتفاقه، موافقم با شما، ولی خیلی از هنرمندایی که توی حراجی ها با قیمت های بسیار بسیار زیاد فروخته شدن الان اسمی ازشون نمیشنوین، به دلیل اینکه به نظر من همون ماجراست، یعنی ماجرای ترند و مود بوده. ما باید ببینیم که آیا آدم هایی که برای 500 هزار دلار و 600 هزار دلار کاراشون رو سال 2008 میفروختن الان کجا وایسادن؟ الان آیا کارشون ها وقتی 10,000 دلار توی حراج های میاد و کسی نمیخره این نشونگره؟ یا خود مثلا، چون اسم الان داریم چیز میکنیم، خود فرهاد مشیری خب یه زمانی کارش 1,000,000 دلار توی حراج کریستوس در حراج ها، در حراج ها، بله در حراج ها 1,000,000 دلار، ولی در همون کارا اگر در حراج ها الان بیاد شاید 100,000 دلار، 150,000 دلار. آیا این نشونگره این که فرهاد مشیری آرتیست خوبی نیست؟ نه نه. آیا این نشونگره این که بازار، یعنی ما متاسفانه وقتی ماجرای بازار، وقتی مسئله ما مشکل اصلیمون به نظر من اینه که ما وقتی که الان من بعضی وقتا سی وی هایی از هنرمنده یا وبسایت هنرمندایی رو توی ایران یا توی خارج از ایران میبینم که توی رزومش نوشته حراج کریستیز، یعنی اینقدر ناآگاه این ماجرا که به عنوان نمایشگاه یا به عنوان حراج رو به عنوان یه فعالیت فرهنگی نشون میده توی رزومش. نقش بازار در هنر فقط منحصر به هنرمندان ایرانی که نیست. همکاران من طی ثانیه‌های آینده فیلمی نمایش میدن که خیلی معروفه دیگه، فیلم ریز شدن، رشته رشته شدن کار بنکسی، هنرمند انگلیسیه، و خود بنکسی این کار رو کرد. وقتی که این فیلم داره نمایش داده میشه من توضیح بیشتری در موردش میدم، ولی اون چه که این فیلم به ما نشون داد و حدود یک سال پیش این اتفاق افتاد نشون میده که اعتراض به نقش بازار در هنر یه اعتراض جهانیه. But I think this is like a fair prize. It's the fun of auctions, you know, everyone's got a chance. Okay, it's the Banksy. Girl with Baloo, ladies and gentlemen, standing in the back of the room. And I'm going to start getting here 100,000, 300,000, 350,000, 400,000, 450,000, 500,000. Gentlemen standing there at 600,000. Is anybody? 700,000. Thank you, Thomas. Bastien's bid at 750,000. We never finish an auction with such energy at 750,000.
800,000. Thank you. No pressure. Last chance at 850,000. 860. 860,000. Fair warning. Can I sell it now? At 860,000. Last chance. Bastien, are we bidding? And selling for 860,000. Thank you very much. ببینید همین کار بنکسی قبل از اینکه چکش زده بشه 1,000,000 پوند فکر میکنم فروش رفت در همین شهر لندن، ولی همون لحظه‌ای که حراج تموم شد این کار به صورت حالا اتوماتیک یا هزار تا داستان پشتش هست که ریز ریز شد توسط خود هنرمند، ولی خریدار اعلام کرد بعد از حراج که من حتما میخوام این کارو نگه دارم و حتی اعلام کرد که چندین آفر و پیشنهاد داشته که با قیمتی خیلی بالاتر. دوباره دیگه شما میخواهید بگید خود نفس همین رشته کردنش تبدیل شده بخشی از بازار این. بله اثر. شما مسئله اینه که وقتی که الان در دنیای زندگی میبینیم پول همه چیز رو تسخیر کرده، از دهه 50 و 60 مثلا، حالا شاید چیز نباشه ولی هنرمندی که مدفوعش رو در قوطی کرد مانزونی. بله، پیرو مانزونی. و بازم اونها رو فروخت به عنوان آرتیست شیت، فروخت همه رو و الان در مجموعه های خیلی بزرگ نگهداری میشه. یعنی حتی اونم میشه بخشی از سیستم سرمایه‌داری. این قابلیت رو داره که اعتراض به خود سیستم سرمایه‌داری رو ازش استفاده کنه و بفروشه. به نظر من نباید زیاد از بازار و از حراج صحبت کرد، واقعا هیچ ربطی با هنر نداره. مثلا خیلی از آرتیست ها وقتی زنده بودن چیزی نفروختن، از وان گوه گرفته تا خیلی جوانای معاصر و مال چند سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، خیلی ها وقت تا زنده بودن تا کارهای خوب میکردن. مثلا حالا یه دفعه منیر فرمان فرمایی از 90 سالگی معروف شد برای بازارهای یا برای موزه های خارجی، در صورت که همیشه میتونست این کارها رو بکنه، ولی توجهی که تمرکز و توجهی که شد بعد از حالا مثلا این 5-10 سال اخیر مد زنای پیر، مثلا اتل عدنان که 90 سالش شد حالا یه دفعه مشهور شد. من اینو به 500 پوند نمیتونستم بفروشم 30 سال پیش، ولی حالا حد تا به 40,000 و 400,000 همه میخوان بخرن. خب ماجرا اینه که نباید از بازار صحبت کرد، باز از واقعا از تاریخ تولید هنر چه چیزایی باقی میمونه اون مهمه به نظر من. ولی من به نظرم یکی از معضلات در واقع که بخشای بزرگی که ما میبینیم این کل سیستم بازار هنر یا اصلا عرصه هنرهای تجسمی در ایران خیلی اگر بخوایم برگردیم به قبل از انقلاب، مثلا از 1330 در واقع یک شکل و فرمی گرفته و موقعی که پول توش اومده از سال 2005 و 2006 بوده. اگه بخوایم یعنی چند تا تایملاین تو این موقع وجود داره. وقتی که پول توش اومده تاثیر این پول چی بوده؟ ببین تاثیر این پول حتما یه تاثیرات خیلی مثبتی داشته و یه تاثیرات منفی داشته. در ایران بعضیا میگن که از طریق بازار هنر تجسمی پولشویی میشه. پولشویی اصلا مفهومی به نظر من نداره. ما کل در هنر ایران، حداقل در هنر خارج از ایران، وقتی که یک قطعاتی با 100 میلیون و 200 میلیون دلار جابجا میشه قطعا این اتفاقا میفته، ولی کل ترنوور بازار هنرهای تجسمی در ایران میتونم بگم شاید به 100 میلیارد تومان هم نرسه، که 100 میلیارد تومان الان یه ویلا تو لواسونه، میدونی یعنی چرخش پول در هنر تجسمی نه، اینقدر نیست. نه، که صحبت اصلا از اون اینو آدمایی که صحبت از پولشویی وقتی میکنن در هنر تجسمی ایران یا نمیدونن مفهوم پولشویی چیه یا به قول معروف حساب کتابه دستشون نیست. متاسفم خانم عیسی، یه نکته مهم دیگه در ارتباط با هنر تجسمی که
موزه ها، گالری ها و حراجی ها رو تسخیر میکنه این است که این کار غالبا برای بیننده معمولی، مخاطب معمولی نامفهومه. خیلی از اوقات مخاطب معمولی به این کارها نگاه میکنه، چه ایرانی چه خارجی، چه کارهای هنرمندای غربی چه کارهای هنرمند ایرانی، به مخاطب میگه که چی؟ من در همین لندن مثلا چیدمانهایی دیدم از هنرمندای ایرانی که برام دشوار بوده فهمید، شاید من همون مخاطب معمولی هستم. این به ما چی میگه؟ در غرب، در همین لندن که من میبینم، خب مخاطب آشناست با این چیزها. بیش از 100 ساله که مخاطب هنر تجسمی از این چیزها میبینه، بنابراین خیلی شگفت انگیز نیست. همکاران من تصویر کاری که مارسل دوشام بیش از 100 سال پیش انجام داد رو الان نشون میدن. کار معروفی هم هست دیگه، فانتن، که در واقع به زبان خیلی راحت بخوایم بگیم یک سنگ مستراحه. این فانتن، کار مارسل دوشام، که میشه گفت خط شکن بود، این باعث شد که کم کم مخاطب هنر در اروپا و بعد به سرعت در آمریکا با کارهای اینچنینی آشنا بشه، با کارهایی که طغیان علیه هنره به یک معنا. در ایران واقعا این اتفاق در میان مخاطبان، در میان هنردوستان افتاده که ما میبینیم این همه کارهای کانسپچوال مفهومی، کارهای گاه گیج کننده توسط هنرمندها تولید میشه و در حراجی ها مدام این به قولیشون پروموت یا ارتقا میابه و مبالغ هنگفتی بابتشون داده میشه. ببینین، حتی در اروپا، چه در ایران چه در اروپا، کسایی که کارهای کانسپچوال میخوان بفهمن و ببینن کمن. خیلی بیشتر فوتبال میبینن تا اینکه هنرهای معاصر. وقتی میدین یه موزه قسمت‌های اینستالیشن خیلی کم مردم میدین، چه در اروپا چه در آمریکا. چیدمان ها انقدر، یعنی یک ذره الیتیسته، نخبه‌گرایان است. بله، نخبه‌گرایان است. بله. و نمیتونم بگم که یه مخاطب اروپایی همینا رو میفهمه. تا آدم بفهمه باز یه ذره راجع به تاریخ هنرهای معاصر خودش بدونه. اونایی که نفهمیدن هیچ مهم نیست بفهمن یا نه، برن به تاریخ خودشون برسن، برن ببینن تاریخ خودشون چه چیزایی بوده. ولی خود همین درک شما نخبه گرایانه نیست. اونایی که این هنرها رو نمیفهمن، نفهمیدن مهم نیست، برن به تاریخ خودشون برسن. نه، چون که باز هر کس با قدرت خودش، با چی میشه نالج، با فهم و دانش با خودش، با فهم دانش خودش چیزا رو بفهمه. یه موقعی بود مثلا فیلم‌های خیلی اتفاق ساده یا طبیعت بیجن یا خانه دوست کجاست، همه این فیلم‌ها تونستن با همه مردم رفت بکنن شاعرانه. یه چیزایی که فقط یه کنسپته. خب وقتی مارسل دوشان این کار کرد، اولا مارسل دوشان خیلی کارهای زیاد هنری نکرد. بله بله. بیشترش فکر بود. بله. یک فکر که بعضی رفت شطرنج بازی کرد، بقیه عمرش بازی شطرنج میکرد. ولی اون فکر کافی بود که مثلا خیلی مردم ها کپیش کردن. هی میگن که خب هنوزم که هنوزه برین فریز آرت فیر میبینی که خیلی از این کارهای که دیده میشه، یعنی فکر قدیمیه با اگزیکیوشن تازه میشه خیلی خوب، با اجرای تازه. اجرای تازه. شما با این درک، از با این فهم از دریافت اثر تجسمی موافقید که یه عده کمی میفهمن و به این معنا هنر تجسمی معاصر الیتیست یا نخبه گرایانه است، یه تعداد زیادی هم نمیفهمن؟ خب نمیفهمن چه کارش میشه کرد. این خب مشخصا یک آدمایی مثل مارسل دوشان، یا حتی الان وقتی نگاه میکنیم آدمایی مثل سزان یا ون گوگ یا پیکاسو، تو دوره خودشون همیشه مورد هجوم واقع شدن. یعنی هنرشون همیشه توی دوره خودشون، تو معاصر خودشون، مخاطب عام هیچ وقت باهاش ریلیت نکرده، هیچ وقت باهاش ارتباط برقرار نکرده. یعنی مورد حمله واقع شدن، مورد حمله یا ندیده شدن یا همیشه تقریبا میشه گفتش که این اتفاق افتاده براشون، ولی بعداً تبدیل به تاریخ هنر شدن. تبدیل به تاریخ هنر شدن. اگه بخوایم برگردیم به بحث ایران در این زمینه، من میتونم بگم شما وقتی که به اثر مارسل دوشان رفرنس میدین، ما نمیتونیم مارسل دوشان رو به عنوان یک
شروع یک تاریخ نگاه بکنیم. تاریخ یه چیز خطیه، بنابراین ما باید اگه بخوایم مارسل دوشان رو بررسی بکنیم برگردیم به هنر رنسانس. ولی ما در واقع حالا یک خیلی اگه بخوایم مختصر من بخوام بگم، حتی یه نقد خیلی بزرگی به کمال الملک از نظر من، حالا من خودم رو تاریخ دان نمیدونم مثل خانم عیسی، خب شما بیشتر، ولی مثلا یادم مثل کمال الملک در قرن 19 وقتی میره ایران، وقتی میره فرنگ، تقریبا میشه گفت شروع شکوفایی امپرسیونیستا بوده، ولی چیزی رو که میاره ایران یه هنر دموده غربی آکادمی در واقع غربی رو میاره ایران که هیچ ربطی به روندهای جاری اون زمان در اروپا نداره. برای خودش اون موقع در ارتباط با دریافت هنری اتفاقا همینه. چشم مخاطب غربی به کارهایی چون کار مارسل دوشام عادت کرده، اینا رو 100 سال، به قول شما 100 سال هم عقب‌تر میتونیم بریم و اینا به خودی خود ظاهر نشن، یه تاریخ پیوسته طولانی داره. ولی در ایران که راه میرین با اثر هنری با معماری، ولی آیا در ایران چشم مخاطب ایرانی با کارهای مفهومی کانسپچوال، با اون آثاری در هنر تجسمی به خصوص تو حوزه چیدمان که به نظر گیج کننده میاد، اینقدر آشنا هست که ما منظورم اینه که آیا یک شکافی ایجاد نشده بین هنرمند و مخاطب؟ من با حرف خانم عیسی خیلی موافقم. ببینید هنر معاصر همیشه نخبه‌گراست به یک مفهومی، شکاف همیشه بوده و اینجا هم در اروپا هم هست. شما وقتی گالری سرپنتاین رو نمیدونم گالری های یعنی همیشه تید. بین هنرمند در هنر تجسمی و مخاطبش تفاوت زمانی هست وجود داره. یعنی اینو متاسفانه ممکنه خیلی آدم ها نقد کنن که بگن نه هنر یه چیز عمومیه، ولی هنر متاسفانه حتما یه چیز عمومی نیست. ولی میخوام بگم که چشم مخاطب ایرانی الزامی نداره که حتما با هنر معاصر، مهم اینه که چشمش به دیدن هنر عادت کنه. هنر میتونه مینیاتور خوب باشه، یه نقاشی خوب باشه، الزامی نداره که مخاطب عام حتما یه اینستالیشن خیلی مفهومی و کانسپچوال رو بیاد درک کنه. این یک پله است، یعنی یه سری یه روند خیلی طولانیه که ما باید حتما در واقع یه سیستم آموزشی درست داشته باشیم، یک سری موزه های زیادی داشته باشیم که آدم ها، ما الان در تهران ما در تهران یک موزه هنرهای معاصر داریم که الان فکر میکنم یک سال خورده بسته است. بله. ببینید شما همون نمایش کتابخونه ای نداریم راجع به هنرهای معاصر. میخوام همین بحث رو پی بگیرم که ایشون داره اشاره بهش میکنه، برای اینکه هنر تجسمی معاصر به گفته شما پیشرفت کنه و شما هستید که از لفظ پیشرفت استفاده میکنید، باید یک میشه گفت یک پایه محکمی داشته باشه. این پایه محکم کتابخونه ها، موزه ها، گالری ها و شاید خیلی مهم محافل هنری میخواد. شما وقتی تاریخ هنر رو میخونید میبینید امپرسیونیستا در محافل خودشونه که رشد میکنن، در هم فکری با همدیگه است که رشد میکنن. روندهای بعدش هم همین دوشام بعد از اینکه میاد و با کسانی چون خودش صحبت میکنه یه همچین آثاری میآفرینه که میشه بخشی از تاریخ هنر. در ایران آیا ما این پایه رو داریم که در سطوح بالاش اون وقت آثار تجسمی قابل دیدن در سطح جهانی، و شاید اون معیار خوبی نباشه، آثار ماندگار، آثاری که 100 سال دیگه بهشون ارجاع بکنیم پدید بیاد؟ ببینید سوالتون یک ذره بزرگه، میتونم جواب بدم سه جور جواب. اولا آیا ما احتیاج داریم به همه اینا؟ ولی این کافی نیست. اروپایی‌ها همینا رو دارن و ممکنه یه فیلم خوبی نسازن، نمیدونم. هیچ مهم نیست. مهم این که آدم چی داره بگه. و بعضیا بدون دانشگاه، بدون رفتن به یک کتابخونه تونستن کارهای خیلی خوبی درست کنن. من سوالی که از خانم عیسی پرسیدم رو با یه هنرمند تجسمی ایرانی در میان گذاشتم. به من گفت که بله، این چیزایی که شما میگی وجود نداره،
یا به اون شکلی که باید وجود نداره محافل هنرمندها که راحت و خلاقانه و بدون محدودیت‌های سیاسی با هم دیگه تبادل نظر کنن، نشریات استخوندار و قوی که مرتب قطع نشه انتشارشون، دانشگاه‌های بروز شده، گالری‌های مرتبط با جهان، اینا رو نداریم. اما گفت یه چیزی داریم که ما از اون استفاده می‌کنیم و اون یک استخر قوی، ما تجارب ویژه داریم. و این جالبه، آیا میشه گفت هنرمند تجسمی ایرانی درست اون چیزها رو نداره، اما از تجارب خاص ایرانی وقتی استفاده بکنه کارهایی میآفرینه که اون وقت جهانی میشه. یه نمونه خیلی واضحش برای من در همین لندن یه کار از پرستو فروهر بود که وارد گالری کوچیکی بود در همین نزدیکی بی بی سی که شدم، دیدم یه کار بسیار زیبا که درش شاپرک‌های خیلی قشنگی نقاشی شدن هست. وقتی نزدیک شدم و ریزکاری‌های داخل اینها رو دیدم، دیدم که این نقاشی راجع به زیبایی نیست، این نقاشی داره قساوت و خشونت اوریان رو میگه. چند قدم میرفتی عقب یک تصویر زیبا بود، ولی وقتی میومدی جلو حظ بصری میرفت و شک میداد به تو. هنرمندای ایرانی این رو دارن دیگه در قیاس با اون چیزی که شما گفتید. فقط که هنرمندای ایرانی، من به نظرم این خیلی قساوت زیادی میخواد گفتن این حرف، ولی متاسفانه هنر خوب غالبا از سختی و زجر میاد و شما وقتی نگاه بکنین خیلی وقتا، در خیلی وقت، نه الزاما این چیزا که ما میگیم هیچ کدومشون حکم نیست که من حکم صادر بکنم. ما هنرمندای سوئیسی خیلی خوب داریم، مثلا جاکومتی که مهمترین هنرمنده قرن بیستم، پول کلی، یعنی آدمایی داریم که با یکی توی جامعه خیلی شاید راحتی هم زندگی کردن، ولی جزو مهمتر. ولی میخوام بگم شما حداقل برای من تأثیری که از توی شما نگاه بکنین به هنرمندای آمریکای لاتین، سختی رو تو کارشون میبینی، قساوت رو تو، یعنی قساوتی که زندگی بهشون اعمال کرده رو بهشون میبینید. مسلماً ایران به خاطر شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که در این 100 سال اخیر داشته، قطعاً سختی‌ها و اصلا همین که شما نمونه‌های خارجی هم میتونم بگم بهتون، شما رنج رو در کارهای ون گوگ میتونیم به صورت رنج و زیبایی رو همزمان میتونین ببینین. این هست، ولی اینی که هنرمند یه کاری رو تولید کنه، بازم برمیگردم به حرف اول، که احساس ترحم بیانگیزه برای جامعه، این رنج رو بخواد به عنوان یک ابزار، شاید خوب نباشه بگم اینو، ولی به عنوان یه ابزار شاید گدایی مطرح بکنه. یعنی یکی از چیزا شاید در مورد خیلی از سینما، یعنی اصطلاحی که در مورد بعضی کارهای سینما ایران یا عکاسی ایران خیلی جاها استفاده میکنن، حالا من موافق نیستم باهاش، ولی میگن گداگرافی. احتمالاً منظورتون مثالی نیست که من زدم در مورد پرستو فروهر، بخصوص که خودش اینجا نیست که از اثرش دفاع کنه. من پرستو فروهر اتفاقا یکی از هنرمنده بسیار بسیار مورد احترامه برای من و نه البته منظور من این نبود که نقد نکنید، ولی میخوام ببینم منظورتون این نوع کارها هست. نه من کلن در واقع یک بخشی که خیلی جاها توی سالهای زیادی تبدیل به مد و ترند شد، یعنی این شد که هنر ایران رو به یه شکل هنرمند زیر فشار یا زن زیر فشار، ببینید این اتفاق همه جاییه. ببینید ما همون چیزی که گفتم، بازار خیلی وقتا مد درست میکنه. الان شما اگه نگاه بکنین به هنر معاصر دنیا، الان چند ساله به هنرمندای سیاه پوست دارن توجه خیلی زیاد میکنن، هنرمندای آفریقایی، خیلی هاش یا زنان پیر، ولی بذارید اون نکته‌ای که در مورد نوعی از هنر تجسم ایرانی که ترحم برمی‌انگیزه و اینجوری می‌خواد استقبال طرفداران هنر در خارج از ایران رو جلب کنه، می‌خوام ببینم شما موافق هستید با چنین چیزی؟
نمیتونم بگم موافقم. ببینی یک به ادامه حرفای آقای متین فر، آقای اورسون ولز که یه فیلم بردار خیلی حتی اومده بودم ایران، در یکی فیلمش 1970 سال پیش اسمش ترد من، یک حرف خیلی زیبایی گفت که حتی از خودش ساخت و آقای کارولیت قطع نکرد. گفت در 30 سالی که جنگ و خشونت بورگس در ایتالیا، مایکلانجلو به دنیا آمد، لئوناردو داوینچی، رنسانس، با اینکه همه خشونت و جنگ بود، و بر 500 سال دوستی و صلح در سوئیس یک کوکو کلاک در آمد. یعنی یه دلیلی داره که مردم زیر خشونت یا سختی حرفی دارن بزنن. به نظر من اون حرفشون رو اگه بلدن خوب بزنن، از نظر کانسپچوالی، از نظر زیبایی، از نظر استتیک یا اجتماعی، این حرفا زده میشه. چه پرستو فروهر، چه فرهاد اهرانی‌ها با اون بیلایی که مثلا برین بیلایی که درست کرده، و خیلی آرتیست‌های دیگه، حالا پر آرتیست‌های خیلی خوب که حرفی ازشون دیده یعنی زیاد شنیده نمیشه. نه موزه‌های خارجی ازشون حرف چی کاری می‌گیرن، نه حتی در داخل کشور. من نمی‌تونم قضاوت کنم روی کارهای هنری که حالا داره همه جا درست میشه. حرف شما به این معناست که عملاً قضاوت نهایی رو باید بذاریم 50-100 سال دیگه در مورد کارهای هنری. اون وقتی که یه کارهای خاصی مونده و بقیه همه رفته فراموش شده، مثلا کار مارسل دوشان مونده و تمام کپی ها ازش رفته، این عمل معنیش این خواهد بود که الان راجع به اینکه چی اصیله نمیتونیم حرف بزنیم، باید 50 سال دیگه وایسیم. نه اینو نگفتم، گفتم که هستن مردمایی که چشمشون بهتر میبینه، گوششون بیشتر میشنوه و کتاب بیشتری خوندن. اون مهمتره که کسایی که میدونن، یا اینکه کسایی که چون پول دارن یه گالری باز میکنن، یا چون یه دفعه بهش گفته برو چند تا هنر ایرانی. من مثلا تازگی بیروت بودم، یه آقای فرانسوی اومد گفت او من روز من رفتم ایران 400 تا کار خریدم، دارم میرم هنگ کنگ به چین میفروشم. گفتم خب 400 تا کار توی یه هفته مبارکش، یعنی چطور میتونه آدم 400 تا کار توی یه هفته بره انتخاب کنه بدون اینکه با کسانی آشنا بشه، با گالری صحبت کنه، با خود آرتیستا بره استودیوهاشون ببینه آیا این کاری که میکنن ربطی داره به کار قدیمی یا کار آینده. نمیدونم چطور مردم انتخاب میکنن. انتخاب مهمه. حتی کسایی که میمونن، کسایی گالریا، اسم گالریایی که میمونن خیلی کمه، چه در اروپا، چه در خارج، چه در ایران. یعنی روز 300 تا گالری، وقتی میرم تهران 10 تا گالری بیشتر نمیتونم ببینم. ولی تاریخ رو متاسفانه 50 سال دیگه یه سری چیزها هستش که تبدیل میشه به رفرنس. بله متاسفانه. بله. میدونی من میگم مثلا نمایشگاهی که تو لکما برگزار میشه و من فکر میکنم خیلی نمایشگاه بدی بود، خیلی یعنی حتی توهین‌آمیز بود نسبت به هنر معاصر ایران، در موزه لس آنجلس کانتی میوزیم. بله بله. شما فکر میکنین این 50 سال دیگه تبدیل میشه به رفرنس برای اینکه کاتالوگای خیلی بزرگ یا فلان؟ ببینید ما دردسرمون الان راجع به هنر مدرن ایران، هنری که در قبل از انقلاب اتفاق میافتاده، اینه که ما به غیر از چند تا متنی که مثلا آقای پاکپاز نوشته یا چند تا کاتالوگ خیلی حقیری که اون موقع چاپ شده، ما متنای زیادی نداریم. آیا منظور شما اینا میشه تاریخی که از بین میره؟ کارهای خوبی هم که اگه میشه یا شده، خیلی رفرنس های کمی داریم. نکته ایشون اینه که اون قضاوتی که شما فکر میکنید باید به تاریخ واگذار کرد، اون قضاوت هم قضاوت واقعا بی‌طرفانه نیست. البته بی‌طرفانه نیست، ولی خودمون هم میتونیم، ممکن 50 سال پیش اون کاتالوگ لکما مردم میدونن این اورینتالیست افتضاح بود، چی فهمیده چی نفهمیده، یا میتونن قضاوت کنن روی این کاتالوگا، همونطور که ادوارد سعید مثلا از خیلی از نویسنده های اورینتالیست قضاوت کرد، نوشت و خیلی کار مهمی کرد که وقتی این کتاب نقد کرد. بله. و این نقد خیلی کمک کرد به همه هنرمندان تجسمی. خیلی ها تا حالا راجع به ادوارد، با اینکه بعد از اینکه فوت کرد حالا مردم دارن انتقاد میکنن از خود ادوارد سعید، ولی جرئت نکردن وقتی زنده بود ازش انتقاد بکنن. وقتی فوت کرد حالا دارن میکنن، ولی خب همه این انتقادات باید ادامه پیدا کنه و ما باید جلو بریم، و جلو رفتنمون اینه که سعی کنیم اونقدر که میتونیم راجع به یک هنرمند بدونیم، نه اینکه فقط یک دو تا کار ببینیم مثلا بگیم این به فروش میره یا نه، اینو بذاریم تو موزه. خیلی هنرمندان خیلی عالی هستن، چه در اروپا چه در ایران،
در هیچ موزه‌ای نیستن. بله. حالا من یه نکته رو میخوام در موردش یه خورده دو تا نکته رو در موردش میخوام حرف بزنم. یکیش اینه که ما در واقع اشکال مهم اینه که ما همش میگیم چرا اروپایی‌ها به ما اینجوری نگاه میکنن، چرا مثلا هنر ما اینجوری دیده میشه در موزه ها. من فکر میکنم یکی از دلایل عمدهش که این نگاه حالا توریستی یا اورینتالیستی به ما میشه به دلیل اینکه ما خودمون در این چند صد، در این حالا 50 سال یا 60 سال نتونستیم آدم‌هایی رو به عنوان در واقع استاد، کیوریتور، نویسنده، آدم‌هایی که مورد قبول اینستیتوشن‌ها، موزه‌ها و مثلا کتاب‌های یعنی بتونیم از داخل ایران، یعنی آدم‌هایی رو پرورش بدیم و بتونیم در واقع رشد پیدا بکنن که اینها بتونن بیان هنر واقعیه، هنر اتفاقی که واقعا در ایران داره میفته رو به اون چهره رو، چهره درست رو به ما، به دنیا عرضه بکنن. یعنی در واقع خارجی ها باید بشن مدیر متولیان ما در واقع شدن خارجی ها، خارجی هایی که الزاماً نه تاریخ ما رو ببینید. یک سری کلام هست که من و شما با هم وقتی فارسی صحبت میکنیم میفهمیم، اینو ترجمهش بکنی ترجمهشو هیچکی نمیفهمه. بسیار خب، به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه روز ایسا و سلمان متینفر. پرگار رو پیش از پخش تلویزیونی روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی‌تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین‌ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری، البته با دوربین‌های متفاوت، روی اینستاگرام در بی بی سی فارسی میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.